داریم اورد بیشتر گفتگو میکنیم با شیرین آقا، رئیس شورای سراسری صرافان افغانستان. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر تلویزیون بیننده تلویزیون طلوع که از تلویزیون ما شما را میبینه. بله. اول خواهد تسلیت به شهدای آخر روز چهارشنبه که ورزشکارای ما و تلویزیون کارمنده تلویزیون طلوع به شهادت رسید برشان جنت برین میخواهیم و بر خانواده‌اش صبر جمیل. زنده باشین. آقای شیرین آقا، میشه که از شما بپرسیم، اونچنان گفته میشه در دو ماه اخیر ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و ایرو تا 4 افغانی کاهش یافته، علتش در چیست؟ علت که افغانی خراب شده چندین علت ما شما داریم. افغانستان ببینیم، افغانستان یک مملکت یک مصرفی است، خود ما شما صادرات نداریم، هر چیزی مملکت وارداتی است. علت اصلی یک علت شنمی است. دوم علت اصلی شنمی بود که سابق در افغانستان بانک هفته 3 بار اکشن میکرد، دلار به لیلا ارزان میکرد به بازارا، یعنی نمیل اکشن به دو هفته دو بار که روز سه شنبه و روز شنبه، به این نمیل علت بود که افغانی خراب شد. آله در روز یا در هفته اینا چقدر از دلار به فروش میرسانند؟ در اکثر شهزاده در هفته 50 میلیون دلار به فروش میرسانند. خو 50 میلیون اکتفا نمیکنه، 3 روز وقفه می، 3 روز بازار به دلار میشه. به میلت تا که افغانی خراب است، اگر نمیل پس اون 3 روز بکنه امکان داره که روی افغانی گرفته شوه، اگر این رقم نکنه امکان داره دیگه خراب شوه. آی رای دیگه به خاطر ثبات پول افغانی وجود نداره که بانک مرکزی رو روی دست بگیره. خوب یک شیوه است که از سالها بدین سو بانک مرکزی رو روی دست گرفته و اثرگذارم تا کنون گفته میشه که نیست. رای دیگه است که باید بشوه، خو دیگه بسیار محال است به افغانستان به خاطر اینکه پابریکه ما شما جور شوه، امنیت بیا یا مملکت ما شما پای خود استاد شوه، واردات پیدا بکنیم، دیگه خود صادرات پیدا بکنیم، واردات کم شوه، خود به خود افغانی خوب میشه. غیر از دیگه چه چیز نداره، مصرفی است، نمی ارزه و تقاضا است. وقتی که در بازار دلار کم شد، خود به خود افغانی زیاد میشه، خراب میشه. دیگه آخر سال، سال مالی ما شما آخر است، تقریبا 3 ماه سال آخر ماندن ماه نوم است. دیگه نمی وقت افغانی به حد زیاد میشه، وزارت مالیه چک زیاد توزیع میکنه، افغانی خراب میشه. شما خب در برابر دلار گفتین که چرا ارزش افغانی کاهش پیدا کرده، خب در مقابل ارزهای دیگر مثل ایرو چرا ارزش افغانی کاهش پیدا کرده؟ علتش دو میتونه در باشن. مقابل دلار که ارزش خود افغانی از دست داد، در مقابل کل ارزهای خارجی از دست میاد، به خاطر از اینکه در مقابل ایرو، در مقابل درهم امارات، در مقابل ریال سعودی، در مقابل پوند انگلیس، در کلش از ارزش خود از دست میاد. دیگه مرجع اصلی دلار است. بله، خب اگر همین قسم ادامه پیدا کنه و اکشن بانک مرکزی زیاد نشه، شما فکر میکنید چقدر دیگر ارزش افغانی کاهش پیدا کرد؟ در حال حاضر خود 4% پایین است. اگر افغانستان بانک جلویش نگیره و اکشن خود زیاد نکنه، هفته 3 بار پس نکنه، ما برش مشورم دادیم به افغانستان بانک اکشن خود هفته 3 بار بکنه، اگر نکنه افغانی خراب میشه، دیگه ارزش خود از دست میده. شما با بانک مرکزی در قسمت صحبت های داشتین تا کنون؟ ما صحبت چندین دفعه کردیم که در شخص رئیس صاحب افغانستان بانک با ممره معاونین صاحبان صحبت کردیم که اینمی کاره که شما میکنه ای بزرر پول افغانی است، افغانی خراب میشه، ارزش خود از میتا خونه امره ما قبول نکد و گفت که پالیسی خود من نمی رقم اصلا می رقم میکنه. در بر بنیاد قانون بانک مرکزی آیا در اونجا مشخص شده که به خاطر ثبات پول افغانی بانک مرکزی مکلف از کدام راهکارها و برنامه ها رو روی دست بگیره؟ وظیفه افغانستان بانک است، نظارت است. و نمو باید گرفته باشن، داشته باشن، نمی رقم یک پلانه داشته باشن که افغانی خراب میشه، باید روی شبیه گیره. اگر نمی رقم روز به روز افغانی خراب شوه، خب مردم مملکت بسیار تاوان میکنن، بخصوص تجاره، کسایی که شرکت های ساختمانی داره، کسایی که قرارداد های سرکار داره، کسایی که قرارداد های طویل مدت داره، به حد زیاد ضرر میکنه. آنچنان که گفته میشه که قاچاق دلار نیست نقش در قسمت کاهش ارزش افغانی داشته، شما چقدر به این موافق هستید؟ قاچاق دلار خو شاید نقش داشته باشه، و ما نمیفهمم که قاچاق دلار میشه یا نمیشه. صرافی ما قاچاق دلار نمیکنه، کسی که جواز داشته باشه قاچاق نمیکنه. بانک مرکزی گفته بود که از کسانی قاچاق میکنه. اگر بانک مرکزی میگه و کسی که قاچاق میکنه خروش بگیرنه، وظیفه افغانستان بانک است که باید با ارگانای کشفی چیز بکنه، مامورش اطلاعات خود شریک بکنه، روش بگیرن که قاچاق نشه، که اگر یه رقم تاثیر بکنه که افغانی خوب شوه خوب است، بهتر است. بله، بانک مرکزی آنچنان که بارها تاکیدشان همین بوده که اینا با اکشن که انجام میتن که یک شیوه بسیار سنتی است که ما به خاطر ثبات پول افغانی اینا به کار میگیرن که اثرگذار آنچنان میشه گفته میشه که اثرگذار در سالهای گذشته و تا کنون نبوده، حداقل برنامه کوتاه مدت که اینا میتونن که مد نظر بگیرن و بتونن به خاطر ثبات پول ارزش افغانی کار بکنن میتونن چی باشه؟ در دراز مدت خامو صنایع است و افزایش صادرات افغانستان است. در کوتاه مدت هیچ شیوه بدون نمی لیلام دلار دیگه چیوی نداریم، بدون نمی که لیلام دلار خود زیاد به فروش عرضه کنه و افغانی را جمع کنه، دیگه چه امکانات نیست که افغانی خوب شوه. دلیلش؟
دلایلش خب ما برد گفتم که افغانی را کسی نگاه نمیکنه، افغانی را کسی داخل نگاه نمیکنه. دست چاردار ولایت مرزی ما شما اثر خارجی بخصوص کلدار پاکستان میچاله. دیگه دایمی بار بخش افغانستان بانکش متوجه نمیکنه که توجه خاص خود این مورد نکنه. دیگه افغانی را کی نگاه میکنه؟ وقتی که افغانی را مردم نگاه نکنه، دیگه بدون این مرجع که افغانستان بانک است، دیگه باید دلار خود ارزه کنه و افغانی را جمع کنه. در حال حاضر در افغانستان به ویژه در پایتخت کدام نوع ارزها بیشتر مورد چالش قرار میگیرند؟ در پایتخت و افغان در معاملات خرد ریزه افغانی به کار میره، در معامله بزرگ مکمل دلار. در حال حاضر چقدر است دلار نزد صرافان هسته؟ سرمایه دقیق صرافه خو برای ما معلوم نیست که برتان بگویم، خو صرافه که کاربر میکنه در حدود خو میتونین که بگویید در حدود امکان داره که هر صراف 1 میلیون دلار، 5 لاک دلار، 1.5 میلیون دلار، 2 میلیون دلار داشته باشه دیگه. یعنی خیلی اندک است. خود کم است. بله. آقای شیرین آقا، در کنار ارزش پول افغانی بیان روی مشکلات صرافان هم صحبت‌های داشته باشیم. شما به عنوان رئیس شورای صرافان افغانستان میشه در مورد مشکلات صرافان بگوییم که همون تامین امنیت صرافان بود که از طرف حکومت برنامه‌های تا کنون عملی نشده در این بخش. میشه که در این مورد صحبت‌های شما هم داشته باشیم. در مورد مشکلات صرافان خب به حد زیاد است. یکی خب مدت‌ترین مشکل صرافان که از مشکل امنیتی است. اینم یالی ما هر دروازه میریم پیش وزیر صاحب داخله، میریم پیش رئیس صاحب امنیت، میریم در شورای امنیت میریم که صلافای ما سلام الله رسولای ما رو تمدید بکنه. هیچ کس صدای ما نمیشنوه واسه که سلام ما رو تمدید بکنه. ما بالاخره روز تصمیم به گرفتیم که حداقل یک مظاهره بکنیم که سلام ما تمدید شوه. از یک طرف دل ما درد میکنه، سر وطن میخوایم که سرمایه گذاری بکنیم، از دیگر طرف اگر این قابلیت ما نگیره مجبور ما بریم سرمایه گذاری در مملکت همسایه در مملکت یا در امارات یا ترکیه در اینجا سرمایه گذاری بکنیم. هیچ نوع توجه دولت بر امنیت صرافان نکرده نمیکنم. بله، آنچنان که پیش ازی هم شما اعتراضای در این بخش داشتین و چند صراف هم اینا اختطاف شده بودن، آیا از سرنوشت از اینا تا کنون خبری از طرف نهادهای امنیتی به ویژه خبر بر شما داده شده؟ در ماه آخر دو سه صراف ما اختطاف شده بود که یک صراف فعلا تقریبا 14 ماه میشه که اختطاف شده، پولم گرفته و اعلان نشده. دو صراف ما که اعلان شد و هم دولت هم کاری نکرده، خودش هم پول داده به اختطاف چه و اعلان شده. خب چرا نهادهای امنیتی کوتاهی میکنن در قسمت کسانی که اینجا میان کار میکنن با هزاران مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و اگه این قسم ادامه پیدا بکنه آقای کس دیگر دل خواهد کرد که در افغانستان بیا و سرمایه خود بیاره؟ هیچ کسی سرمایه گذاری دل نمیکنه در افغانستان بکنه، به خاطر اینکه ما در بین مردم هستیم، میفهمیم از دل مردم میفهمیم. هیچ کسی دل نمیکنه از مشکلات امنیتی که سرمایه گذاری بکنه. وقتی که ما در مرجع چیز میکنیم، مراجعه میکنیم، برای ما خوب وعده چرب و نرم میاد، وقتی که باز زمین دروازه برام هیچ چیزی نمیشه، بیخی مکمل دو چهار مشکل هستیم سر راهکار که شما به نهادهای امنیتی پیشنهاد میکنین که اینا بتونن امنیت صرافا را بگیرن چیست؟ راکار ما برش میم که اول خبر ما صلابته، حق ما صلا جواز داریم، جواز قانونی داریم، مالیه میتیم به می حکومت، به می دولت، به می دولت سرمایه گذاری میکنیم، به می دولت دلسوز است. من میاد اقلم اکشن افغانستان بانک می صرافانه خرده کی میخره؟ خو اینا بر ما هم کاری نمیکنه، هر قدر که بریم کاغذ پرانی میکنه، یک سر دیگه تاوان میکنه، دیگه سر دیگه تاوان میکنه، کار نمیکنه. بله، تشکر. سپاس از اینکه با ما حضور یافتید.